بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده و دوستان برنامه دنیای ورزش، وقتان بخیر. انشاءالله که صحت سلامت باشین. دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشین. همانگونه که در جریان هستین، رقابت های به میزبانی ولایت غور برگزار شده بود که رویداد در بخش پاورلیفتینگ انجام شد که 12 دور این رویداد محسوب میشد. جزئیات بیشتر در پیوند به برگزاری این رویداد و همچنان مواردی که در پیوند به برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ ولایت غور هست صحبت خواهد کردیم با فرید فردوس، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ ولایت غور، کمی لحظه از طریق قطع اسکایپ با ما وصل هستند. آقای فردوس سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت شما، خدمت بیننده عزیز تلویزیون آریانا. امیدوار هستم صحت سلامت باشن. خیلی خوش آمدین و مانده نباشین. چطور گذشت مسابقات امسال؟ امشالله که مسابقات ما بسیار خوب گذشت امسال و رقابت ها چند پیش برگزار شد در ولایت غور. 12 دور مسابقات پاورلیفتینگ و موفقانه به پایان رسید. چند ورزشکار در مسابقات شرکت کرده بودند؟ خوب، اگر ما بس از مسابقات شروع بکنیم که مسابقات ما امسال در برج سرطان، یعنی 11 سرطان 13403، به خاطر که مسابقات ملی پاورلیفتینگ قرار است در برج اسد در شب به اساس هدایت ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان، گفتند که باید همگی ولایات مسابقات منتخب خود برگزار بکنند تا امو چهره های برتر یا ورزشکارهایی که در مسابقات منتخب ولایتی و در پیروز میشن و مقام اول از آن خود میکنن باید باز به مسابقات ملی از طریق فدراسیون ملی پاورلیفتینگ و همچنان آمریت ورزشی ولایت معرفی شوند. در این رقابت ها تقریبا در حدود 20 تن از ورزشکاران پاورلیفتینگ اشتراک کرده بودند که خوشبختانه مسابقات ما بسیار به شکل درست و خوب پیش رفت و خاتمه یافت و انشاءالله که همو تعداد ورزشکارهایی که سهمی ولایت غور بود به مسابقات ملی پاورلیفتینگ افغانستان معرفی شدند. چند چهره را شناسایی کردین برای مسابقات؟ ما در حدود 8 ورزشکار شناسایی کردیم، یک نفر مربی و یک نفر احکم که از طریق تمامش 10 نفر ورزشکار میشه که در مسابقات ملی انشاءالله که رقابت خود کردن. درست. رده وزنی و سنی رو در نظر گرفته بودین در این رویداد؟ بله، ما در این رویداد تقریبا از وزن 53 الی مثبت 120 کیلو، چون در 9 اوزان پاورلیفتینگ باید ورزشکار مسابقه بتن و در این مسابقات از نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان اشتراک میکنن. دیگه ما فضل خدا در هر 4 کاتگوری وزن ورزشکار داشتیم. پس امسال بگن که در رویداد انتخابی تیم ملی در هر 4 کاتگوری سنی ورزشکار بفرستیم؟ خب، ورزشکارای ما به شکل انتخاب میشه که شما ببینید که مسابقاتی که ما برگزار میکنیم باز انتخاب ورزشکارا به شکل میشه که به شکل تکنیکی از او که هم از رده سنی نوجوانان انتخاب میشه، هم از جوانان انتخاب میشه، هم از پیشکسوتان انتخاب میشه، از بزرگسالان انتخاب میشه ورزشکارا را. ما چون اگر ما مکمل ورزشکارا را از تمام رده سنی باز ما انتخاب کنیم، این رقم باز مسابقات ملی گنجایش نداره. ما صرف هم 8 نفر خود به رویت ریکورد وزنی که آیا در مسابقات مرکز میتونن که در رقابت اساس چون میارا را پوره کرده میتونن و میتونن که به یک مقام دستاورد داشته باشن، به اون شکل ما انتخاب میکنیم. به من اسامی که رسیده: کمال فرزاد، علی شیر بیکپور، جان محمد حیدری و نور محمد مبارز مقام گرفتن در این رویداد. بله بله، مقام ها را گرفتن ورزشکارا به نوبه خود همگی مقام گرفتن و از بین ورزشکارا باز بهترینایش که امو وزنهای خوب زده بتونن و در رده سنی مختلف باشن باز انتخاب میشن. ورزشکارا را که شما نام گرفتین ورزشکارا است که قبلا انتخاب شدن در مسابقات که دایر شد انتخاب گردن. یا در بخش پیشکسوتان هم همین 20 چهره ای که در مسابقات شرکت کرده بود
در بخش پیشکسوتان هم بودن یا نه؟ پیشکسوتان در بخش جداگانه بود. پیشکسوتان بودن و خودم هم در بخش فعلا در پیشکسوتان مسابقه میتونم. سنم 40 است و ورزشکاری که سنش از 39 به بالا به 40 شبه باز او میشه که در پیشکسوتان باز مسابقه بدن با شمول خودم هم مسابقه دادیم. درست. در بخش پیشکسوتان چند نفر بودین؟ در بخش پیشکسوتان دو نفر مسابقه دادن، چون پیشکسوتان ما دیگه نفر نداریم. نفر دوم کی بود؟ سهراب پارسا. وزنه هایی که زدین را میشه مشخص کنید که چه تعداد بود؟ چند کیلو بود؟ خب آقای سروج اگر باشه که وزنه را بانیم به جایش، چون ما مسابقه ملی پیشروی داریم. درست. که ما وزنه هایی که میزنیم او همه که در جدول مشخص است. ما به تربیت بدنی روان میکنیم و ریکورد اول خودم قبلا بر مسابقات میکنیم. باشه که ورزشکارا ریکوردهایشان باز در تیم ملی معلوم شود. فعلا ورزشکارا پیش ما شکل محرم است. اگر خفه نمیشین شما نه خواهش میکنم، باز من ریکوردهای خودم میگم که چند کیلو زدیم. درست درست، مشکل نیست مشکل نیست. فکر میکنید که رقابت های ملی نزدیک است دیگه، نمیشه کسی بگه که من قدر ریکورد زدم و من قدر فعلا ریکوردم است، نه، چون رقابت ها در مرکز باز تعداد ورزشکارهایی که اونجا رقابت میکنن 18 فکر کنم 18 ولایت یا 20 ولایت است که اشتراک میکنن، بازوجه تعداد ورزشکارا زیاد است. درست. فکر میکنین که آقای فردوس چگونه یک تیمی را برای غور انتخاب کردین که بتونن براتون افتخار بیارن و نتیجه بگیرن در رقابت های انتخابی تیم ملی؟ امشالله که ما سال اول نیست که ما مسابقه بتیم و ما تجربه نداشته باشیم و ورزشکارای را انتخاب کنیم که خدای نخواسته ما نتونیم یک تیم خوب بسازیم. ما تقریبا دور 12 تیم منتخب ولایتی غور است. ما از 1390 به این طرف که تقریبا 12-13 سال میشه ما در رقابت های ملی بوده، در رقابت های زونی بوده، در رقابت های دوستانه بوده خارج از ولایت. البته ما اشتراک کردیم، هر باری که ما اشتراک کردیم ما ورزشکارای خود بردیم. امسال که بهترین نتایج گرفتن ورزشکارای ما. درست. و امسال هم امسال که ما تیم ساختیم که باز امسال نتیجه شما هم خواهد دیدین اگر زنده بودیم. انشالله حتما. آقای فردوس، موضوع دیگری است که فعلا تیمتان آمادگی خود را چگونه میگیرند؟ در حال آمادگی گرفتن هستن یا استراحت هستن چگونه؟ خب ما متاسفانه کل استراحت نداریم، چون ما همی هر رقابت ورزشی که میشه یک دوره استراحت داره، یک دوره تمرین داره و یک دوره آمادگی برای مسابقات داره. ما تقریبا دو ماه میشه که ما آمادگی برای مسابقات داریم، چون مسابقات ولایتی که هست، منتخب ولایتی هم و بچه هایی که رقابت میکنن و هم آمادگی خود گرفتن، وقتی که باز انتخاب میشن بیشتر باز آمادگی میگیرن به خاطر تیم ملی. تیم ملی باز میفهمین که رقابت های سختتر است. به مو خاطر دیگه فعلا همگی ورزشکارای ما که انتخاب شدن همگی آمادگی دارن و تمرینات دارن. درست. حالا با این وضعیت بیایم برگردیم به موضوعات دیگر که خود رشد ورزش پاورلیفتینگ در غور چگونه هست؟ از نگاه کیفیت کاری، از نگاه امکانات در چه سطحی هستند؟ خب متاسفانه که شما شاید در جریان باشین که ولایت غور یکی از ولایت های دورافتاده افغانستان است که تقریبا رای مسیرهای بسیار صعب العبور مشکلات داره، رای پخته و سرک پخته اساسی با مرکز وصل نداره و هم با زون غرب که هرات باشه وصل نیست. امکانات بسیار ناچیز است. در ولایت غور ما فعلا 4 تا کلاب ورزشی داریم که نظر به امکانات دیگر ولایت اگر ببینیم امکانات ما بسیار در سطح پایین است، چون سطح اقتصاد مردم ولایت غور هم بسیار پایین است. مشکلات واقعا در هر عرصه زیاد است، باز در بخش ورزش بسیار زیاد است. با ما امکانات ناچیز دیگه ورزشکارا ورزش خود میکنن دیگه، پناه به خدا، مشکلات خیلی زیاد است. درست. حالا با این وضعیت میخواین که چطور مقابله بکنید تا وضعیت تغییر کنه، حداقل یک سری امکانات بر ورزشکاران پیاده شه و در دستشون قرار بگیره که بتونن خود را با حداقل در سطح زون بر مسابقات به خوبی آماده بکنن؟ شاید در سطح مرکز نباشه، چون مثل مرکز چند ولایت دیگر هم داریم که امکانات خوب بر حال دارن. خب ما تقریبا 12 سال است که به این مشکل دست و پنجه نرم میکنیم. وضعیت
هیچ بهبود نیافته در طول سالها. همون شکلی که هست پس پاسخ فدراسیون مرکزی برای شما چیست؟ فدراسیون ملی فدراسیون مرکزی کدام همکاری و کدام کمک در راستای ورزش به ورزشکاران نداره؟ از لحاظ تجهیزات بوین، از هر لحاظ بوین هیچ امکانات یا کمک به ورزشکاران ندارن. مرکز فدراسیون ملی یا خود تربیت بدنی، ما دمی طول 12 سال میشه که به می مشکلات گرفتار هستیم، به می مشکلات به مسابقات میریم. حتی ما مشکلات داریم که فعلا کرای یک نفر از غور تا مرکز یا کابل 2000 افغانی کرای است و 2000 افغانی پس برگشت است که 4000 افغانی میشه، بدون از اینکه یک ورزشکار یک روز مکمل در راست رای غلام صبر و بور است که بسیار به مشکلات میرسیم. اونجا مصارف دیگه شبان که خوراکی گپاست. ما را تربیت بدنی 1000 افغانی کرایه میده. 1000 افغانی طبق لایحه دوران که من نمیفهم از دوران ظاهرشاه است، از کدام دوران است، فعلا تربیت بدنی نتونسته که میال پرسان بکنه نمایندگی ها را یا مشارکت های ترانسپورتی را که کرایه یک ولایت چند است. یعنی ما تا فعلا کرایه ولایت غور منظم یا برابر نمیگیریم. دیگه با که با تربیت بدنی به ما چی کمک کرده باشن؟ حالا با این وضعیت سوال که مطرح میشه اویست که سطح داوری فنی و مربیگری ولایت غور رو میخواییم چگونه روش بدین که ورزشکارتون اپدیت باشه، بروز باشه و بتونه در رویدادها شرکت میکنه، از همه موضوعات باخبر باشه؟ یک خوبی است که آقای سروش، ما قبلا هم خودم و دیگر از ورزشکارای ما هم کورسای داوری را دیدن و هم سمینارهای داوری را دیدن و هم مسلکی هستن. با شمول خودم ما کوشش میکنیم که ورزشکارایی که در مسابقات اشتراک میکنن، در ورزشکارایی که اشتراک میکنن، ما اما قوانین پاورلیفتینگ برای زوا بگوییم که به چی شکل حرکت زده میشه و چی شکل حرکت خطاست. دیگه دمو تجربه هایی که ما خود ما داریم فعلا کار میکنیم و خوشبختانه در ولایت غور و دیگه ولایت فعلا حساب اینترنت دسترس است، میشه که معلومات آدم از اینترنت و از سایت هایی که فعلا در جهان اسم میتونیم که از اون معلومات خود چی کنیم بگیریم. خیلی جا تشکر آقای فرید فردوس، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ ولایت غور، از اینکه وصل شدین در برنامه. جزئیات بیشتر مسابقاتتون گرفتیم. به امید موفقیت شما و تیمتان. تشکر از شما. زنده و سلامت. خیلی جا تشکر. فرید فردوس، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ ولایت غور بود که صحبت‌هایشون در پیوند با برگزاری 12مین دور رقابت‌های پاورلیفتینگ غور داشتن که شریک کردند. طبق پیش‌بینی‌ها گفته میشه که نظر به برنامه‌ریزی یک شده، قرار است ماه اسد شاهد برگزاری رویداد انتخابی تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان باشیم. گرچه گفته شده مرکز، اما تاکنون هم مشخص نیست که در مرکز برگزار خواهد شد یا از ولایت دیگر میزبانی این رویداد را داره. پس از وقفه برمیگردیم، همچنان باشیم با ما.